سلام، نشست انقره ختم پرونده جنگ افغانستان یا گرفتادن صلح در بند منافع کشورها. منابع آگاه از تحولات صلح افغانستان میگویند که قرار است تا 17 روز دیگر نشست در فرمت بن در انقره برگزار شود. هرچند منابع آمریکایی این تاریخ را تایید نمی کنند، اما وزیر خارجه ترکیه ظاهرا از بحر تمهیدات برای برگزاری این نشست به قطر سفر کرده است. طالبان برای حضور در این نشست کارت سبز بلند کردند، و اما تا کنون از جانب حکومت افغانستان خبری نیست. چرا بدیل برای مذاکرات دوحه؟ همچنان قرار است تا 8 روز دیگر نشست مسکو و میزبانی این کشور با اشتراک آمریکا، چین، پاکستان و مضاف قطر برای تسریع روند صلح افغانستان برگزار شود. و اما نشست پی نشست، این نشست ها چه سودی برای افغانستان خواهد داشت؟ آقای عین الدین بیگ، فعال سیاسی و مدنی، جناب آقای امام محمد وریماج، رئیس مؤسسه مطالعات دموکراسی افغانستان، و همچنان آقای واحد فقیری، آگاه امور سیاسی را از طریق خط اسکایپ از آمریکا با خود داریم. مهمانان بسیار زیاد به برنامه خوش آمدین. بحث را آقای وریماج با شما آغاز میکنم. به باور شما نشست انقره با حکومت یا بی حکومت برگزار خواهد شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، به خدمت جناب استاد بیگ و جناب فقیری صاحب. موضوع سیاسی افغانستان به شکلی هست که خیلی کشورها دخیل هستند، و از این جمله حضور فعال کشور ترکیه در افغانستان، مخصوصا بعد از سال 2002 در چوکات ناتو و فعالیت‌هایشان و اشتراکشان در بخش بازسازی و همچنان یک روابط دیرینه حسنه توأم با یک دیدگاه مثبت طرف افغانستان از طرف ترکیه بودم، و به می خاطرم شاید یک از گزینه های به خاطر نشست ها ترکیه شاید انتخاب شده باشم، و علتش هم همین خواهد بود که روابط حسنه و همچنان مورد پذیرش مردم افغانستان، مخصوصا شاید حکومت ده، و همچنان از بود موارد بین‌المللی که ترکیه یک نقش تقریبا بارز را در سطح سیاست جهان شی در سطح منطقه بازی میکنن، بنان او جای را شاید انتخاب کرده باشن. ولی هنوز قبل از وقت است که ما بگویم که با حکومت افغانستان یا بی حکومت افغانستان چنین نخواهد بود، و ای به تاریخ ابدی هم که تعیین شده خیلی زود هنگام است، و هر کسی که موضوع را گفتم به این فکر هستم که حرفای مقدماتی ادامه خواهد داشت، و ای بعضها تلاش خواهد کردن که بحثا به درازا بکشه، و بعضها کشورها تلاش خواهد کردن که این بحثا زود جمع شوه، و اگر چی روسیه تلاش میکنه شاید دیدگاه متفاوت تر در قبال صلح افغانستان داشته باشه، و همچنان اگر ترکیه هم که تلاش میکنه که میزبان همچو برنامه را باشه و هم دقیقا پی اهداف دیدگاه ویژه پالیسی خودشان در قبال افغانستان است. آقای بیک، بایی که 17 روز به افتتاح نشست انقره باقی مانده، تا اینجای کار تکلیف حکومت افغانستان در باب نشست روشن نشده، فکر میکنین در باب نشست انقره حکومت بدیل خواهد پیدا کرد، حکومت همراه خواهد شد، یا در نهایت بایکات میکنند؟ به نام خداوند عزوجل، درود و سلام بر شما، بر بینندای عزیزتان جناب آقای امام محمد وریماج و آقای فقیری. ببینید، همونطوری که قضیه افغانستان قضیه داخلی نیست، بلکه بیرون بیشتر نقش مهم در سیاست افغانستان و سیاست گذاری دارد، اگر اجماع جهانی بر این بوده باشد که نشست در انقره صورت بگیره، من فکر کنم که فشارها بالای حکومت خواهد وارد شد و طالبان هم به اونجا کشانده خواهد شد، و تمام سیاسیونه، یعنی شبیه بن، ما یک نشستی را خواهیم داشت. و حالا دیده شود که این اعلامیه‌ای که صادر میشه، خود انقره و ترکیه این کار میکنه، و یا یک اجماع جهانی
در او وجود داره. سازمان ملل در این نقش داشته باشد، ایالات متحده آمریکا، جامعه جهانی، کشور هندوستان، مثلا روسیه. ولی این نشست هم من فکر میکنم یک نوع چندگانگی در او وجود داره. مثلا شما یک اعلامیه را از طرف مسکو داشتید که گفتن نشستی در مسکو صورت میگیره و نشست دیگه هم در انقره. اینطور معلوم میشه که جهان هم و قدرت هایی که دخیل هستند در موضوع افغانستان بالای اجماع ندارند و در داخل این طرحی که از جانب آقای خلیلزاد ارائه شد و هنوز هم سرنوشتش معلوم نیست که بنابرای پذیرفتن این طرح باز بعد از اون نشستی در انقره صورت بگیره. بله. مشکلاتی که این طرح داره و چالش هایی که این طرح داره که نشست بعد از صورت میگیره یا نمیگیره بسیار مهم است. من فکر میکنم سه تا جبهه وجود داره. یکی جبهه سیاسیون داخل افغانستان است که بیرون از حکومت هستند، به نحو ناراضی از حکومت هستند، بیرون ماندن و با سر سازش در قدر مدت با آقای غنی یا حکومت نداشتن. اپوزیسیون سیاسی آقای غنی. این طرح بله. این طرح از جانب از او پذیرفته خواهد شد. یعنی نشست میپذیرن، این طرح میپذیرن که باید یک حکومت عبوری یا انتقالی صورت بگیره. حکومت که هنوز همونطور که شما فرمودید واکنش های بسیار جدی داشتن نسبت به این طرح، یک کاغذ گفتن، نوشته در کاغذ و اینا اعلام کردن. و جبهه سیومی هم که طالبان هستن، هنوز هم موضع طالبان بسیار برجسته در این مورد نیست که اونا پذیرفته باشند که طرحی را که آقای خلیلزاد آورده و بعد از او نشستی در انقره صورت بگیره. مشکلات های خودم داره و فکر میکنم آسانی های خودم داره که بعد دیده شود چه خواهد شد. درست. آقای فقیری، حکومت افغانستان عنوان میکنه که طرح آمریکا کاغذ پاره بیش نیست و عنوان میکنن که هیچ نسخه صلح دیکته شده را نمیپذیرند. فکر میکنین به تاریخ 28 مارچ آیا حکومت افغانستان اگر محتمل بدانیم این نشست را بایکات بکنه چه تاثیرات بر روند خواهد داشت و آیا آمریکا بی‌باکانه پس از بایکات روند را به پیش خواهد برد؟ قریشی صاحب، لبنی تاسته دا میز محترم و دو میلمنوته او ستاسو ټولو ګرانو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د ترکیې په برخه کې باید ووایم چې دا نهایت یو مهمه غونډه ده او په دې کې به ملګري ملتونه ترکیه هغه رهبري به کوي او دا هم د امریکا سره په همنوایی سره سوې ده، په همغږۍ سره سوې ده. د بلنکن، د ښاغلي بلنکن، د متحده ایالاتو د خارجه وزیر په خط کې هغه خط چې دوی ته لیږلی و، غنی او ډاکټر عبدالله ته، په هغه کې هم دې موضوع ته اشاره سوې ده او د ډاکټر غنی څخه غوښتل سوي دي چې په دې برخه کې یا خپله ورسي او یا یو باصلاحیته استازی ورواستوي، هیئت ورواستوي و دې غونډې ته. زه فکر کوم چې د خطه څخه د بلنکن د خطه څخه دا ښکاري چې هلته په صراحت سره ویل سوي دي چې موږ غواړو دغه غونډه کې د سولې پروسه نهایي سي، نهایي فیصلې ونیول سي. نو لهذا زه فکر کوم چې دا نهایت مهمه غونډه ده او حتی که چیرې د کابل رژیم غني او دا خلک دغه غونډه تحریم هم کړي بیا به هم هلته د افغانستان په برخه کې فیصله وسي او تر هغه ځایه پورې چې زما معلومات ښیي طالبانو هم تاسو خپله په خپل مقدمه کې وویل چې زرغون کارت یې پورته کړی دی او ښایي ملا برادر او د یو ډېر مهم هیئت په مشرۍ سره ترکیه ته ولاړ شي. ترکیه واقعا هم په سیمه کې د اسلامي جهان کې یو ډېر باوزنه با اعتبار ملک دی، یو دیموکراتیک ملک دی، هلته انتخابات کیږي، په شفاف انتخابات خلک راځي. اردوان نه یوازې دا چې په ترکیه کې یو منل سوی مشر دی بلکې د جهان اسلام هم یو منل سوی محترم مشر دی. نو لهذا زه فکر کوم په دا خاطر هم ترکیه انتخاب سو چې د ترکیه هغه حیثیت، هغه برم، هغه وزن چې په جهان اسلام کې دی په دا خاطر هلته دا غونډه کیږي او د افغانستان سره هم لکه زموږ دوستانو چې وویل تاریخي او اوږده روابط لري. بسیار سپاسگزار. رفت و برگشت کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم.
باز هم خوش آمدین. آقای وریماج زاوی، نگرش شما در باب همین نشست انقره چی است؟ آیا نشست انقره به معنای پشت کردن به مذاکرات دوحه قطر است؟ من فکر نمی کنم. کشورهای دخیل در قضای افغانستان، مخصوصا کسایی که در عضویت ناتو را دارن، اینا در مورد افغانستان جلسات منظم خود دارن. در کنار ارزیابی موارد نظامی و سیاسی، بیشترین بحث‌های دیدگاه در موارد اقتصادی و اجتماعی هم اینا هم دارن. و یک چیز نشست انقره یک چیز خیلی آنی از طرف جامعه جهانی نخواهد بود و کشورهای عضو ناتو از قبل طرح‌های دیگر داشتن و امروز انمی فصل باز میشه که به سلسله نشست های بقیه کشورها بله. و سفرهای به حساب به نام صلح افغانستان و در انقره هم باز شد و حتی ما شاهد از این بودیم که ناتو در بعض موارد حتی روسیه را تشویق کرده که در مورد صلح افغانستان اینا نشست هایی را داشته باشن. اگر شما باید داشته باشین سالهای قبل و اولین جور آمده که صورت گرفت به ابتکار به حساب از طرف روسیه، ممکن که ابتکارات شاید از طرف خود ناتو بوده باشه، نشست های مستقیم به حساب میان طالب ها و گروپ های درگیری که در گذشته در افغانستان بودن با اینا اول صلح صورت گرفت، با اینا نشست های صورت گرفتن و بعد از او تمام به حساب کارهای اساسی صورت گرفت و امروز آمدن با حکومت، یعنی نشست طالب ها یا زمینه سازی به خاطر آشتی با طالبا یک چیز خیلی آنی نبوده، اینا از قبل طراحی شده بود که بعد تمام گروه های درگیر در گذشته ای که بودن با هم نشست کردن در روسیه و بعد از او تقریبا تمام کارا را انجام داده، امروز آمدن با خود حکومت میشینن. درست. بیگ صاحب، شما چه فکر میکنین؟ چه فاکتورهای وجود داره که نشست انقره را نسبت به نشست مذاکرات دوحه قطر متمایز میکنه؟ به نظر می رسد که نشست دوحه قطر که حکومت آقای دونالد ترامپ را برانداخته بود و بیشتر ارزیابی هم ایست که آقای ترامپ می خواست از او یک خوراک داخلی ایالات متحده آمریکا برای خودش بسازه که در انتخابات برنده شود و حداقل برای آمریکایی‌ها بفهماند که ما با یک جنگ بسیار طولانی پایان دادیم و حالا دو طرف درگیر جنگ داخلی افغانستان آوردیم با میز مذاکره کشاندیم، خودشان جور بیان و یک استدلالی بوده که در اونجا صورت. ولی دیده میشه که بعد از آمدن آقای جو بایدن و حکومت جدید ایالات متحده آمریکا، دقیق نگرششان و حرکتشان بسیار معلوم دار است که تغییر کردن نسبت به دوحه قطر. من فکر میکنم بیشتر فوکس حکومت آقای جو بایدن با انقره است و دیدگاهش هم نسبت به صلح که بیشتر در داخل هر قدر که اینا بین خودشان بشینن جور آمد نخواهند کرد، بجز از این که جهان تصمیم بگیره. و یک کار دیگه هم که اضافه شده در او سازمان ملل هم در این مسئله دخیل شده، نشستی که در انقره صورت میگیره به نظر میرسد که تحت شها قرار خواهد داد که نشست دوحه قطره. درست. آقای فقیر، شما چه فکر میکنین؟ برایند 18 ماه مذاکرات آمریکا و گروه طالبان، مذاکرات میان افغانان در دوحه قطر بود. آیا تن دادن به نشست انقره به معنای پیمودن راه 18 ماهه اثر است؟ نه صاحب، قریشی صاحب زداش فکر نکنم چه داد اثر است خدی، بلکه بلنکن د شاغلی بلنکن د خطه څخه داسې ښکاري او د متحده ایالاتو د نور مهمو چارواکو د څرګندونو څخه دا ښکاري چې دوی د قطر و موافقې ته پابندي متحد دي، امریکا ورته متحده ده او غواړي چې هغه د قطر موافقه عملي کړي. یو شی چې تاسې د بلنکن په خط کې هم ګورئ، تقریبا لس ځایه د تسری، چابک، چټک، ژر کلمات استعمال سوي دي چې په خپله او په صراحت سره وایي چې باید دا پروسه تسریع سي، چټکه سي. او نور زه فکر کوم چې په امریکې کې، په متحده ایالاتو کې، د افغانستان د دغه سوکه
د سولې د پروسې په ارتباط حوصله کمه سوې ده او بایدن غواړي چې دغه پروسه ژر تر ژره یو نتیجې ته ورسیږي. اگر یک تفکیر قائل شوین آقای فقیری، با پوزش من میان صحبت های شما دخالت میکنم، با باور شما نشست انقره کشتی صلح افغانستان را میتونه زودتر به ساحل برسانه یا نشست مذاکرات دوحه و در نهایت تلاش ها برای صلح افغانستان در نشست انقره آیا در امتداد تلاش های دوحه قطر خواهد بود؟ ز فکر کنم چه دای مکمل دی تکمیلویه در ترکیه ناسته، در ترکیه پناست که به نور افغانان هم شامل وی، یوازی به در کابل داغ حیات بنوی، یعنی رسمی حیات بنوی، بلکه در احزاب مشران، در مدنی ټولنې مشران به هم هلته اشتراک کوي او دا به د ملګرو ملتونه تر رهبری لاندې به کیږي. زه فکر کوم چې دا نهایت یو مهمه ناسته ده او زه فکر کوم چې تاثیرات به بیخي ډېر وي او زه حتی فکر کوم چې ښایي تر ډېره حده پورې نهایي فیصلې هم پکښې کې وسي، ښایي یوه هفته یا یوه نیمه هفته دوام وکړي او ښایي ډېر ژر یو نهایي فیصلې ته سره ورسېږي، ځکه د بلنکن د خطر څخه داسې معلومېږي چې امریکا و دې فیصلې ته رسېدلې ده چې باید د مې پر اوله یا د مې په میاشت کې خپل ټوله قواوې له افغانستان څخه راوباسي. اما رئیس روابط خارجي کانګرس امریکا چیزی دیگر گفت که ضرب الاجل ماه مې را باید تمدید بکنه امریکا چون طالبان به تعهداتشان عمل نکردند. د امریکای خارجي پالیسي کانګرس نه ټاکي، د امریکای خارجي پالیسي خارجه وزارت او سپینه ماڼۍ ټاکي، یعنی هغوی کولای سي چې خبرې وکړي نو خپل نظریات ورکړي، مګر د امریکای اصلي تصمیم نیونکي خلک چې تصمیم نیسي هغه سپینه ماڼۍ ده په اول سر کې او بیا په خارجي روابطو کې خارجه وزارت کې، یعنی کانګرسمینان او سناتوران کولای سي چې خپل نظر ابراز کړي مګر دغه نه لري ریکنده دغه نه درست. بسیار سپاسگزار، رفت و برگشت کوتاه میکریم، دوباره برمیگرد. باز هم خوش آمدید آقای فریماج. آقای غنی در صحبت های متعددشان به کرات اشاره میکنند که صلحی که در افغانستان تضمین از طرف جامعه جهانی و منطقه نشود او صلح باثبات نخواهد بود. در نشست انقره قرار است با حمایت سازمان ملل متحد با حضور 6 کشور جهان ای نشست برگزار شود. فکر میکنین چقدر یک فرمت همشمول و یک اجماع منطقه و جهان را نشست انقره میتونه به بیان بکشه؟ خب کشورهایی که بسیار دخیل هستن یا یک مقدار سرمایه گذاری کردن در سیاست افغانستان از 40 سال بدین سو، اینا اشتراک میکنن. امریکا است، ناتو هست و کشورهای اروپایی در کنارش که اونا به حساب درسی مراد قرار دارن، حضور چین، هند، پاکستان و حتی ایران ممکن که با روسیه، یک به حساب پاسخی خوبی به خاطر نتایجی همین نشست ها خواهد بود و من فکر میکنم که خیلی کاراست شاید هم صورت گرفته باشه از طرف آقای خلیلزاد. در ضمن رئیس جمهور مسئولیت های خود داره، حکومت مسئولیت های خود داره، باید از حکومت خیلی مسئولانه برخورد بکنه. برخورد به این معنی که اگر روند صلحی که منافع اولیای کشور افغانستان تامین بکنه، مهم نیست که خیر است یک مقدار آدم قربانی بده، ولی اگر خدا نخواسته بازی ها طور دیگه باشه، بعضی ها تلاش بکنن که خروج آبرومندانه داشته باشن و بعضها تلاش بکنن به خاطر گرفتن قدرت و دوباره بردن سناریوی افغانستان قبل از سالهای 90، این باز بسیار خطرناک است. بنان مشوره ما همیشه به حکومت همی بوده که اینا تمام دستگاه هایی که دولتداری از مخصوصا در این بخش اینا به کار پرتن، از وزارت خارجه گرفته تا سکتورهای استخباراتی و همچنان وزارت صلح و شورای عالی مصالحه، در این موضوعات بسیار برخورد مسئولانه داشته باشند. درست. ما نمیخواهیم که افغانستان شاهد یک بدبختی دیگه باشه. باید است بر ما صلحی که میایه یک نوید جدید باشه، یک خوشخبری جدید باشه که ما تمام افغانها بتانیم زیر از چتر صلح جدید با هم زندگی بکنیم، ولی که او طالب است
یا کدام گروه مخالف کسی دیگه است، نشوه که خدا نخواسته ما دستخوش بازی‌های استخباراتی منطقه قرار بگیریم و آنچه که داریم ایرام از دست بتیم و چیزایی که اونا خوش دارن به شکل دائم العمر ما منتظر یا شاهد از اون نباشیم. درست. حداقل در 20 سال گذشته اولین بار است که سازمان ملل متحد در قضیه صلح افغانستان پا در میان میکنه و قرار است تحت کنف حمایت سازمان ملل متحد این نشست برگزار شود. چقدر میشه از منظر سود به این نشست نگریست؟ خب ببینین، سازمان ملل حتی بعد از جهاد در افغانستان نقش بسیار بارزی را داشته و تمام شعبات مختلفش در افغانستان کار کرده. بعد از سال 2000 و به حساب 2000 هم که بگیم که اینا میزبان اساسی یا یعنی تسهیل کننده اساسی نشست بن بوده و به می رقم همی ماموریت سیاسی را که به نام ایناما اینا در افغانستان تأسیس کردن و از شروع نظام جدید سازمان ملل دو شادوش با حکومت افغانستان کار کردن. در ابتدا نقششان بسیار بارز بود به حساب هیئت سیاسی سازمان ملل در افغانستان که به نام ایناما یاد میشه و رفته رفته یک مقدار حتی تقریبا یک با حکومت یک چیز موازی بود، ولی امروز هم هماهنگ کننده بخشای کلان سیاسی مخصوصا در سطح روابط بین المللی که کشورهایی که تاثیرگذار هستند از طرف ایناما صورت میگیره. درست. آقای بیگ، یکی از متغیرهایی که در روند صلح افغانستان دیده میشه و او سهم دادن به کشور ترکیه است که ظاهرا آمریکا به کشور ترکیه میدان میدهد. فکر میکنین ترکیه چگونه یک بازیگر در روند صلح افغانستان خواهد بود؟ یک بازیگر بی‌طرف، بازیگر به سود طالب یا بازیگر به سود حکومت افغانستان؟ ترکیه همیشه نقشش در افغانستان یک دیدگاه خاص خودش داشته. اگر ما به تحولات اخیر و پیش از او نظری بیندازیم، پان ترکیزم یکی از چیزهایی است که اینا او را بیشتر دنبال میکنن و دنبال تبار خودشان هستن. بدون شک که اینا هم نظریات خود دارن، ولی از نظر ای که در جهان اسلام یک کشور اسلامی هست، من فکر میکنم بیشتر این موضوع مطرح بوده و او انتخاب شده. میخواستم این عرض بکنم که تنها مشکل طالب نیست. ما از نظر ساختار نظام در افغانستان مشکل داریم. اگر ما به تاریخ گذشته بنگریم، مثلا در بن چه نوع نظامی رقم خورد که در 20 سال که گذشت ما میبینیم بجز از انحصار و قدرت و در اختیار گرفتن و یا نوع نظام خود ریاستی که همه چیز در اختیار یک آدم باشد، این برای افغانستان بسیار تباه‌کن بوده. اگر نشست انقره باشد، مسکو باشد، سیاسیون باشد، جهان روی این موضوع فکر بکنند چه نوع ساختاری در افغانستان جوابگوست. اگر فرد تغییر بکنه، غنی بره، ملا غنی بیاید، خب دردی را دوا نمی کنم. به نظر ما ساختارها باید درست شود مطابق بر روحیه مردم افغانستان. درست. اقوام افغانستان، مذاهب افغانستان، زبانهایی که در اینجا هستند و اقلیتهایی که وجود دارند. تا زمانی که این مشکل حل نشود، من فکر می کنم که ما و شما امروز رویش بحث داریم، نشست ها را باید بررسی بکنیم که چه رقم می خوره. این تو روزی نشود که ما دنبال چیغ آقای غنی هم بسیار دق شویم، به خاطر از اینکه یک چیز بدتر از این نیاید که مردم باز عوض و ارمان ای را داشته باشند. اما یک چیز مثبت، اگر تغییر در نظام میاید باید مثبت باشه که مردم امیدوار باشند با آینده ما دیگه بعد از او نشستی را و تغییری را نداشته باشیم. اما بحث می است که در گذشته حداقل اتحاد مخالف آمریکا که کشورهای روسیه، چین و ایران از وی باور بودند که روند صلح افغانستان در سکوی یک پروژه آمریکایی داره به پیش میره و اونا همواره تاکیدشون بر این بود که در روند صلح افغانستان باید سهم بسزا به کشورهای منطقه داده شود که سود صلح به سود این کشورهاست و زیانش هم. به بار شما سکانگیری روند سال توسط سازمان ملل متحد آیا میشه از منظر یک فرصت تاریخی بر افغانستان نگاه کرد؟ سازمان ملل در بن هم حضور داشتن، ولی یک چیزی را رقم نزدن که
بنیادی می بود، پایدار می بود، یک نظامی که به درد مردم افغانستان می خورد. به نظر من فکر می کنم سازمان ملل نقشش مهم است، اما یک تحقیقات بسیار عمده و عمیق داشته باشند در موضوع افغانستان. مثلا شما در نامه آقای بلینکن دارید که از 4 نفر نام میبره. خب این 4 نفر مربوط کی هستند؟ دیگرها چی میشن؟ یعنی بعض موضوعاتی که آقای سیاف باید حضور داشته باشه، آقای غنی و عبدالله و آقای کرزی، یعنی تمام سیاست افغانستان گذاشتن با 4 نفر مذاکره و مشوره کردن که دردی را درمان نمی کنه. چقدر نفوذ و چقدر مردم و چقدر اعضاب در اینجا حضور دارند، نشانی کردن این گونه افراد و اشخاص صلح را رقم نمیزنه که ما امیدوار به او باشیم که بتونیم یک نظام پایدار در افغانستان بسازیم و بتونیم در او یک زندگی خوب، مرفه و بدون جنگ داشته باشیم. آقای فقیری، شما به چی باور هستین؟ پس از 20 سال کشورهای منطقه و کشورهای همسایه افغانستان از جمله روسیه برای اولین بار شده که روی روند صلح افغانستان دارن آستین بلند میکنن، نیات کشورهای منطقه از بابت روند صلح افغانستان فکر میکنه نیات خیر بر صلح هست؟ قریشی صاحب، زما خپل عقیده په دې کې ده چې واقعا هم زموږ ګاونډیان که دا نږدې ګاونډیان دي او که لیرې دي لکه روسیه او چین، ټوله دا غواړي چې په افغانستان کې ثبات راسي، صلح راسي، افغانستان کې یو داسې یو نظام راسي چې دا جنګونه نه وي او بیا افغانستان د افراطیانو مرکز ونه ګرځي. چې دا د ټولې منطقې په خیر ده، د پاکستان هم په خیر ده، د ایران هم په خیر ده، د عربي ملکونو د ټولو په خیر ده چې په افغانستان کې یو صلح قایم سي. او یعنی زما خپله عقیده دا ده چې خلیلزاد په دې باندې توانېدلی دی چې بین المللي اجماع او سیمه ایزه اجماع ایجاد کړي، په منطقه کې هم اجماع رامنځته کړي او په بین المللي سویه هم یو هم نظری ایجاد کړي. یو شی چې خلیلزاد نه دی توانېدلی یا امریکا نه دی توانېدلی، هغه دا ده چې په افغانانو کې اجماع نشته، څه چې په موږ کې نشته. یعنی په موږ افغان ټولنه کې کدا احزاب دي، کدا حکومت دی، کدا یعنی په موږ کې دغه شی نه دی ایجاد شوی تر اوسه پورې. موږ افغانان په دې باندې نه دی توانېدلی چې په خپل منځ کې یو اجماع راوړو. موږ باید نور سره کښېنوي، باید نور زارۍ راته وکړي، باید نور فشار را باندې وارد کړي چې موږ سره کښېنو، خبرې سره وکړو، حتی د خبرو میز ته هم نه ورځو. یعنی دغه 3 میاشتې چې په قطر کې ځای اسپلې ده، یا تقریبا 1 کال چې ځای شو، دا ټوله دا ښیي چې بین الافغاني اجماع نشته. او بین الافغاني اجماع په دې خاطر نشته چې موږ افغانان تقریبا هر ډله ماکسیمالیست چې دوی ورته وایي یا حد اعظم خواستې لرو. موږ غواړو چې ټوله زموږ وي، ټوله قدرت زموږ وي، که حکومت هم دی دغه غواړي چې ټوله حکومت د دوی وي، او طالبان راشي ورته تسلیم سي، که طالبان هم دی دغه غواړي چې حکومت ورته تسلیم سي. یعنی موږ خپلې وجې ته نه یو رسېدلی چې یو نوی کمپرومایز وکړو، یو مصلحت وکړو او یو روغجوړو ته غاړه کښېږدو. درست. در صحبت های میمانا اشاره شد که تجربه بوند یک تجربه ناکام و تجربه خوب بر افغانستان نبوده. فکر میکنین نشست انقره که قرار است در فرمت نشست بن برگزار شود به معنای تکرار تاریخ ناکام در افغانستان خواهد بود؟ که چیرې هغه سه انحصار طلبی وي لکه د بن په کنفرانس کې چې وسوله، که چیرې په دې کنفرانس کې هم ځینې ډلې حذف سي، زه فکر کوم چې دا به هم ناکامه سي. د افغانستان لوی مشکل دا دی چې افغانانو کې یو داسې همه شموله حکومت، داسې یو حکومت چې ټوله خلک ځان پکښې کې وویني، تر اوسه پورې نه دی راغلی. نه په دې 40 کالو کې راغلی او نه پخوا په هغه 40 کالو کې. د افغانستان لوی مشکل سیاسي دی، زموږ په خپله په افغانانو کې دی، زموږ دننه کې دی، چې موږ افغانان تر اوسه پورې په دې نه یو قادر سوي چې یو داسې حکومت جوړ کړو چې په هغه کې ټوله افغان جامعه ځان وویني، که دا شمال دی، که جنوب دی، که غرب دی، که شرق دی، او که د افغانستان نور ټول اقوام دي په دې کې ځان وویني. زموږ لوی مشکل دا دی او موږ افغانان باید دې ته متوجه سو، دغه مشکل باید حل کړو چې موږ داسې حکومت ریپرزنټیټیو چې دی ورته وایي نماینده
حکومت باید ونه رو هغه صورت کې و کېدلی سي ولې نه موږ هم کولی شو چې د نورو انسانانو په شکل سره یو ابرومندانه ژوند ولرو. اگر در نهایت یک دید خوشبینانه به نشست انقره و آقای فقیر شما نگاه بکنین، آیا نشست میتونه آخرین میخ را بر تابوت جنگ در افغانستان بکوبه؟ زورت خوشبینه ایم، محتاط خوشبینه ایم قریشی صاحب. زه فکر کوم په دغه اندازه بینالمللي حمایت هیڅکله افغانانو نه درلودي لکه نن ورځ چې لري. ملګري ملتونه پکښې داخل سوي دي، ترکیه پکښې داخل سوی ده، چین، روسیه، هند، ایران، پاکستان پکښې داخل سوی دي. زه فکر کوم چې دا یو طلایي چانس دی، یعنی تر دغه نو ښه چانس ورته نه جوړېږي، افغانانو ته نه جوړېږي. افغانان باید د دې څخه حد اعظم استفاده وکړي او داسې ونه کړي، موږ د افغانان باید داسې ونه کړو چې په دې ته کښېنو چې ټوله کارونه نور راته وکړي او موږ خراب ناست یو. فکر کوم چې یو ښه موقع دی، ډېر ښه موقع. رفت و برگشت کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم. باز هم خوش آمدید آقای وریماج. آقای وریماج اجازه بفرمایید در باب نشست مسکو بپردازیم. قرار است تا 8 روز دیگر مسکو میزبان نشست در فرمت صلح افغانستان باشد. آیا نشست مسکو در امتداد تلاش های صلح‌خواهانه آمریکا و جهانی است یا نشست مسکو داره روندی را می پیمایه که تافته جدا بافته از تلاش های سایر کشورها باشه؟ تا جایی که من اطلاع دارم نشست مسکو بیشتر افراد غیر حکومتی و غیر دخیل در جنگ افغانستان خواهد بودند و بیشتر از چهره های سیاسی و جامعه مدنی و بعض مردم های مطرحی که در افغانستان عزیزا دعوت خواهد کردن و ای تقریبا این نشست ها بیشترین یک چی وارم اپ یا گرم کننده هست که ما را نزدیک می سازن به این بحث های اساسی دار که در اوجاست و من را خیلی مجزا نمی دانم. فکر می کنم که نشست مسکو هم جز از این استراتژی کلانی هست که کشورها مخصوصا امریکا در از تصمیم گرفته باشه بلد. که اونا هم یک مقدار دخیل بسازن، یک مقدار هم سهم بتن برشان که همچو کار را بکنن و حتی اگر چین هم چو برنامه ای را داشته باشن برشان فرصت داده خواهد شده و کدام ممانیت صورت نخواهد گرفت. بنابراین وقتی که اگر بحث به حساب از قطر رفتن به طرف ترکیه، این هم یک دیدگاهی تغییر مکانی از بود تکتیکی خود حکومت جدید است که گویا درست است هم استراتژی از قبل طراحی شده که در کدام سالها در چی کارها صورت بگیره و تا وقت کدام کارها باید از پیش بره، این دنبال هم استراتژی کلان است. ولی حکومت بایدن کوشش خواهد کرد که با مرور مجدد سر توافقنامه صلح با تغییر مکان ولی در ختم بگن که گویا در حکومت ما چون این کارها صورت گرفت نه در حکومت تو. با توجه به صحبت‌های چند قبل آقای زمیر کابلوف نماینده روسیه در امور افغانستان که ابراز داشتن، آیا فکر میکنین روسیه در جهت اخذ سکان صلح و ابتکار عمر صلح افغانستان است در منطقه؟ من فکر نمیکنم. روسیه در موقعیت چه از بود سیاسی چه از بود اقتصادی در او وضعیت قرار نداره که اینا مسئولیت عام و تام صلح افغانستان با دوش بگیره و کسایی که صلح افغانستان با دوش میگیرن اینا باید از تمام هزینه های نظامی و انکشافی افغانستان هم باید فعال شدن روسیه در این برهه به چه معنا است؟ من فکر میکنم بیشترین جنبه یک با هماهنگی صورت گرفته و میخواین که نقش بارز داشته باشن و نه که تمام مسئولیت ها را به دوش بگیرند. درست. آقای بیک، شما چه فکر میکنین در نشست مسکو دو نفر از حکومت، دو نفر از شورای مصالحه ملی و تعداد 6 الی 7 نفر از ایلیت های سیاسی در افغانستان و به تعداد 5 نفر از گروه طالبان دعوت شده؟ گروه طالبان که کارت سبز بلند کردن تا اینجای کار حکومت افغانستان معلوم است موضعش. آیا حکومت در نشست مسکو که هیئتی از طرف طالبان باشه شرکت خواهد کرد؟ حکومت افغانستان نظر به اظهاراتی که دارن
در هیچ نشستی علاقمند نیستند که شرکت بکنند و اونا همیشه عنوان کردند که از راه انتخابات، انتخابات زودنگام ما میتونیم که قدرت انتقال بودیم، مرکز برنده شد، بیان قدرت به دست بگیرند. خب موضوع ای که روسیه چطور نشستی را برگزار میکنه و دعوت کرده از سران سیاسی افغانستان، روسیه هم تشویش داره و هم میخواهد سهم خودش نسبت به حضورش در افغانستان و یا دیدگاهی که نسبت به افغانستان داره او را ادا بکنه. از زمانی این موضوعات و نشست ها شروع شد، من فکر میکنم که ایالات متحده امریکا خروج خودش از افغانستان اعلام کرد. نگرانی های کشورهای اطراف افغانستان از همینجا شروع شد و اونا فهمیدند که امریکا در صدد رفتن است، ما باید حضور خود ما را در اینجا برجسته بسازیم و یا حضور داشته باشیم. شما میدانید که افغانستان کشور است که جنگ نیابتی در داخل جریان داره. کشورها به نیابت از رقابای خودشان که باید تچ بکنن یا حضور داشته باشن و جنگای خودشان را ادامه بتن، اونا در داخل افغانستان این کار انجام میتن. نمونه بسیار بارزش پاکستان و هند است. مثلا اونا در افغانستان فعال هستند، یکی دیگر در همینجا سرکوب میکنند. فلیاز روس هم شما فکر کنه این چیز، چین هم همونطور، سه تا قدرت جهانی هم در اینجا منافع خودشان را میبینند، به نحوی میخواین سهم خودشان را ادا بکنند. روسا هم زمانی شروع شد که سربازگیری از بین طالبان شروع کردند و در امو وقتایی بود که میخواستن که ایالات متحده امریکا خروج شروع شده و اینا بتانن که کار را انجام بدن. با اینکه تضادهای در منافع امریکا با کشورهای منطقه از جمله روسیه، چین و ایران وجود داره، فکر میکنین در نشست مسکو دیدگاه های کشورهای منطقه توحید خواهد شد یا در نشست انقره؟ خب من فکر میکنم که نشست انقره برجسته تر نسبت به نشست مسکو است. مسکو که خودش اعلام کرده اجماع جهانی رویش صورت نگرفته، ولی در انقره به خاطر از این که دوحه قطر انتقال میکنه به انقره، در اونجا دیدگاه ها بیشتر متمرکز است که در اونجا یک تغییر رقم بخوره. ولی نشست مسکو شاید به خاطر ای باشد که حداقل مسکو یا روسیه نشان بده که ما هم در قضای افغانستان بیکفایت نیستیم، فعال هستیم و نظارت میکنیم و تعدادی را در اونجا جمع بکنن، امکان داره که نشان بدن برای دنیا این موضوع. اما و همونطوری که گفته شده که سازمان ملل وقتی فعال شده و او بیشتر نقشش در نشست انقره می داشته باشه و کشورهای دیگر هم در اونجا فوکسشان بیشتر است. درست. آقای فقیری، تلاش ها در سطح منطقه این روزها داره بیشتر میشه. چند قبل وزیر خارجه ایران از طرح مشترک کابل تهران صحبت کرده بود، حالا قرار است مسکو در نشست در فرمت نشست میان افغانان قبلی نشست مسکو این روند را ایجاد بکنن. فکر میکنین به سود و صلح تمام میشه یا کشورها دارن سبک سنگین میکنن که چقدر میتونن سهم و سزای در تغییر ایلیت و رهبری افغانستان ایفا بکنن؟ یعنی یو عادی خبر ده چې هر په دغه حالت کې چې زموږ ټول غوانیان په دې پیژي، بنیمی ټولن په دې پیژي چې امریکا غواړي له افغانستان څخه ووزي او دغه سی لولي میټینګونه او مجلسونه جوړوي، هر یو غواړي چې خپل هغه ګټې چې دي تر هغه پورې چې هغه ځینی امنیتي ګټې دي، ځینی اقتصادي ګټې دي، هغه په افغانستان کې تضمین کړي او په دغه او دغه کاروان څخه تر شا پاتې نه سي، په دې کاروان کې شامل وي. هر څوک غواړي چې په دغه کاروان کې چې د امریکې په رهبري اوس او د ملګرو ملتونو په رهبري باندې په لاره اچول سوی دي، د دې کاروان څخه یو برخه ولري او په خبرو کې ونډه ولري، هلته اشتراک ولري او خپل نظر هلته ابراز کړي. مګر زه په خپله په دې عقیده یم قریشي صاحب چې په افغانستان کې تقریبا د ټولو ګاونډیانو او د ټولو لویو قدرتونو دغه ګټې تقریبا موازی حرکت سره کوي، چندان ډېر کلش یا ټکر نسته سره. ټوله دا غواړي چې په افغانستان کې
سره قائم مسی یو ثبات راسی چې بیا هم ځواب په تکرار سره نه غي نسته هغه بین الافغانی اجماع ده بین الافغانی تفاهم دی او امید دی چې موږ افغانان خپل ځان ته متوجه شو خپل د خپل مشکل پر د خپل مسولیت پر نور وانه چو خپل د مسولیت پمنو او دغه د خپل ځان د اجماع لپاره کار وکړم یعنی زه فکر کوم چې په بهر اجماع موجود ده چې چنه ستغه د درونی یا داخلي اجماع درست آقای فکر میکنین در نهایت امر روسیه از نشست مسکو چی میخواهد و در نهایت امر در پایان این نشست روسیه از کسایی که در این نشست دارن اشتراک میکنن خواستش چی است؟ در روسیه خواسته معلومه ده تر دیر حد پوری دغه ده چې په افغانستان کې یو داسې نظام قایم سي یو داسې حکومت راسي چې د دوی دپاره مشکل ایجاد نسي د داعش غم وخوړل سي په افغانستان کې او د افغانستان څخه د دوی و سرحداتو ته کم خطر مواجه نسي د مخدره مواد مخه ونیول سي د مخدره مواد هلته انتقال نسي او افغانستان تقریبا یو باثباته ملک واوسېږي چې د دوی ورسره ارام وي د روسیې هم دغه مطالبه ده دغه اندېښنه ده د چین هم همدغه ده یعنی بیا هم په تکرار سره باید موږ افغانان پر دې باندې دغه ته فهم ته باید ورسېږو چې نور د افغانستان ته د ثبات په سر ګوري موږ افغانان باید په دې کې پیشقدم اوسو چې دغه ثبات راولو او دغو خپلو ګاونډیانو ته بینالمللي ټولنې ته دغه اطمینان ورکړو چې په افغانستان کې نور موږ خپل منځي جنګونه بسوو او موږ غواړو چې افغانان سره متحد سو او د افغانستان د بیا آبادولو لپاره کار وکړو زه فکر بیا وایم چې تر دغه طلایي چانس په دې څلوېښتو کالو کې چې زما په دې مسایلو کې راپورته سوی وایم ما تر اوسه پورې داسې چانس د افغانانو دپاره نه دی لیدلی د سولې دپاره لکه نن چې موجود دی امید دی چې موږ دغه ضایع نه کړو امید دی چې موږ د دغه منفیګرایۍ څخه راووزو او مثبتې خواته فکر وکړو د دغه طلایي چانس څخه استفاده وکړو د خپل ملک لپاره د خپل ولس لپاره د ټولو اقوامو دپاره چې په دې وطن کې اوسېږي ټوله زیرېدلي دي ټولو ډېر زحمت لیدلی دي زه فکر کوم چې نور بس دی راځئ چې سره یو سو متحد سو او په ګډه دا کار وکړو دا د ټولو په خیر درست آقای وریماج در جنبندی قرار داریم در نشست قبلی مسکو که ترویکای مسکو میگفتند مثلث آمریکا روسیه چین حضور داشت اما در نشست آتی پاکستان همچنان سهم داره و قطر همچنان سهم داره با اینکه آقای غنی در صحبت های متعددش عنوان کرد که پاکستان بایستی نگاهش نسبت به افغانستان و نسبت به صلح افغانستان تغییر بده پاکستان و انضمام پاکستان در نشست های متعدد و فرصت دادن به پاکستان فکر میکنن آیا پاکستان واقعا به این امر پی برده که از راه نیات خوب به صلح افغانستان نگاه بکنه؟ یک موضوع است که وقتی که در دوران جهاد مدیریت جهاد افغانستان توسط جامعه جهانی به دست پاکستان سپرده شد پاکستان همیشه دو شیوه را به کار برده یکی اقناع جامعه جهانی به خاطر جلب کمک ها در قضای افغانستان بوده و دوم مدیریت جهاد افغانستان به مرقمی که خودشان خواستن و منافعشان تامین شود درست. اگر ادامه صحبت هایتان پس از وقفه داشته باشم رفت و برگشت های کوتاه میگیریم دوباره برمیگردیم و در طول تاریخ دو فرصت طلایی به دست پاکستان رسیده اگر اونا واقعا پی قضایای سیاسی در افغانستان می بودن یکی کامیاب شدن مجاهدین در افغانستان بود در حدود هفت تنظیمی که در پاکستان بود بسیار مقتدر بودن ما در وقت دیدیم که پاکستان در پی یک طرفدار سیاسی و یک حکومت که حتی بیخی به نفعش باشه در افغانستان نبوده چرا وضعیت تطور پیش برد که حتی هنمی گروپ های مجاهدین ما بین خود جنگ کردن و به حساب جنگ های داخلی در افغانستان صورت گرفت که این باعث از این شد که ما یک اردوی بسیار مقتدر در افغانستان که از در حدود 90 سال 100 سال قبل داشتیم ایرام از دست بتیم تمام توپ و تانک و تیاره هرچی که داشتیم او هم از بین رفت و بعدش چانس دو میگیره که برای پاکستان آمد آمدن طالبا بود طالبا در حدود 90% خاک افغانستان گرفته بودن ولی هیچ کدام
لابیگری سیاسی یا یک دیپلماسی به خاطر طالبان صورت نگرفت که برای طالبان طور میگفتن که شما باید از سیاست بکنید در افغانستان و زمینه فعالیت های آینده تان مساعد بسازین. بیشتر هم از روند طالب هم استفاده ابزاری صورت گرفت و اونا را هم تا که تانستن در مقابل دیگه اقوام یا مردم افغانستان جنگاندن. بنابراین ما در دو فرصت طلایی که در طول تاریخ به دست پاکستان افتیده، پاکستان کدام علاقمندی ساختن یک حکومت یا کدام برنامه دراز مدت سیاسی در افغانستان نداشته. بنابراین در چنین شرایط هم اگر بر پاکستان صلاحیت بیشتر داده شوه، دقیقا همون فرمول سابقه را پیگیری خواهد کرده. ولی من مطمئن هستم که جامعه جهانی مخصوصا ناتو اجازه را برش نخواهد داد که به می یک حالت ناتو را در افغانستان به چالش بکشه. و از طرف دیگه روشنگری و روشنفکری سیاسی افغانستان هم در حد بالای است و در حال حاضر همین پالیسی ناکام را که در گذشته پاکستان داشت، طالبای ما میفهمند، طالبا میره درک کردن که فردایی که ما داخل وارد میدان میشیم، ملت از ما توقع بازسازی و آبادی را داره، از ما به حساب توقع خدمت دارن، نه یک فرمول کنی سابقه را که کسای بر ما داده بودن و ایره تکرار بکنیم. آقای بیگ، اگر جمعندی شما را در باب نشست انقره داشته باشم، با توجه به صحبت های جانب ارگ ریاست جمهوری آقای صالح که از امام حسین صحبت کردن و از گلوله های طالب صحبت کردن، تاریخ 28 مارچ آیا یک سناریوی مثبت بر مردم افغانستان خواهد بود یا سناریوی منفی؟ سناریوی مثبت زمانی میتونه باشه که اما عرف ما ای است که اگر ما دنبال یک ساختار جوابگو برای جامعه افغانستان نباشیم، بدون شک که او نشستا و تغییری هم که به منفی است. شما امی پراگندگی که فعلا میبینید و نشستایی هم که سازماندهی میشه در گوشه و کنار دنیا در مورد سیاست افغانستان، امی موضوع به خاطر است که ما یک ساختار پایدار اما شمول و یک چتر بزرگی نداریم که کسی از زیر زوب نتونه فرار بکنه و همیشه او بتانه که ادای وطن دوستی بکند، این سرباز دیگرا نباشند. متاسفانه که این گونه موضوعات و نشستایی که همیشه منفی بوده و تانسته کشورهای دیگر دست باز داشته باشه و در افغانستان کار بکنه و به شدت هم کار بکنه. این موضوع بسیار مهم است. اگر نشست انقره بتانه یک ساختار اساسی برای افغانستان بسازه و تمام مردم جمع بکنه و یک نظام واقعا هم شمول و عدالت محور رقم بخوره، بدون شک مشکل ما حل خواهد شد. اگر تغییر سطحی باشد، اگر تغییر سطحی باشه و شامل کردن طالبان در نظام باشه و بعد امین نگونه یک نظام باشه، من فکر میکنم اون نشست هم یک نشست منفی خواهد بود و هیچ امید نخواهد داشت. آقای فقیری، جنبندی بس شما را میخوایم در رابطه با نامه آقای بلینکن داشته باشم. فهوای نامه آقای بلینکن حاوی سه پیام بود. اینکه آمریکا تصمیمش را گرفته، خروج آمریکا از افغانستان قطعی است و حکومت نو ایجاد خواهد شد. پیش بینی شما از حداقل سه هفته آینده افغانستان چی است؟ از ما خپل پیش بینی بداوی چې زه فکر کوم دغه د ترکیې غونډه به د افغانستان په تاریخ کې، د سولې په تاریخ کې یو مهمه غونډه وي او هلته به ډېرې زیاتې مهمې فیصلې وسي، لکه د بلینکن په خط کې چې هم دې ته اشاره سوې ده چې غواړي دغه پروسه چې په قطر کې شروع سوې ده په ترکیه کې نهایي کې، د ترکیه کې نهایي نتیجه یې واخلي او نتیجه یې ورکړي. او زه فکر کوم چې هلته به د یو نوي حکومت بندوبست هم وتړل سي او زه امید لرم چې افغانان دغه موقع درک کړي او د خپل وطن د جوړول د پار لاس پکار سي. سپاسګزار جناب آقای فقیری، جناب آقای بیگ و جناب آقای بریماچ از اینکه به برنامه حضور یافتین. به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه تا فرصت دیگر.